سلام و احترام تقدیم نم به تک تک شما بیننده های عزیز. آرزو دارم در هر جایزه دنیا که هستین جور صحت سلامت باشین. شما را بازم به این بزنه ویدیو نیاشپزی خوش آمدید میگیم. دوست عزیز، امروز میخواییم یک غذای افغانی آماده کنیم که به نام لخشگ هم سیاشگ لیه. دیگه بسیار خوشمزه، بسیار لذیذه. هر کس دوست داره مطمئن استم اگر آماده کنیم از خوردنشون سیر نمیشین، یا هم بریم با هم آماده کنیم لخشگ یک غذای افغانی. در قدم اول یک دانه تخم مرغ در داخل از ظرف اضافه کردم. یک قاشق چایخوری نمک اضافه نم. همی قسم که میبینید مقدار کمی آب اضافه نم. آب نرمال نقسم شور میدیم که مخلوط شنه. وقتی که مخلوط شد در 4 گلاس چایخوری آردی ساده اضافه نم. در سر زمین آب و تخم مرغ و نمک. آرد را میگروم خمیر نم. میبینید که یالی آرد از مو خمیر شده، اینا به می اندازه سرپوش را در سرش میلوم. این طرف 300 گرام پیاز را پوستایش گرفتم، ریزه ریزه نم. زمی پیاز ریزه ریزه استفاده نم در این وقتا بخاطر که پیاز خیلی قیمت شده در کشور اندونزی. مقدار کمی روغن در داخل دیگ اضافه نم. همی پیاز را که ریزه کردم در داخل دیگ اضافه نم و سرخ نم در روغن. اما می پیاز ریزه ریزه کسته واقعا بسیار خوشمزه، یک مزه خاص را در دیگ میده. 6 دندان از سیر گرفتم پوست کدم. سیر رم ریزه ریزه نم خوبه مت ریزه ریزه. وقتی که سیر ریزه شد در سر پیاز اضافه نم. همراه پیاز یک جای میگروم سرخ. مرج دلمه قلمی گرفتم 1 دانه. دانایش از داخلش میکشم. مرج رم ریزه ریزنم. وقتی که مرج ریزه شد در سر سیر و پیاز اضافه نمو یک جای سرخم. دوست عزیز، نش پیاز گرفتم 300 گرام. نش پیاز را هم در سر از پیاز دیگه وقتی که زرد شد اضافه نم. اسفناج گرفتم دوست عزیز 300 گرام. بعض کسایی را اسفناج میگه یا پالک میگه. خب میده قیلنم یا ریزنم. وقتی که ریزه شد در داخل دیگ اضافه نم. نش پیازم که تفت خورده به اندازه کافی بسه. چوبک های گشنیز را گرفتم دوست عزیز. میگرو میره خوب ریز ریزنم. از برگ گشنیز که در همی چوبک هایش را وقتی که در داخل دیگ اضافه نیم بسیار خوشمزه نه. دیگه برگایش را برای دیزاینی کدام چیز باید استفاده کنیم. همی چوبایش را اصلا دور نندزنیم. حتما در سر هر چیز که پختانیم اضافه کنیم. آب جوش به اندازه 2.5 لیتر آب جوش را میگرو اضافه نم در سر زمین سبزی. یک قاشق غذاخوری نمک اضافه نم. سبزی را میلوم که سرجوش باید دوست عزیز. تا سبزی سرجوش مایی طرف امو آرد را که خمیر که دادم. بعد از 15 دقیقه اینال خمیر را میگروم هموار نم. دیگه وقت که هموار شد دسته عزیز
یعنی گشتو از موک است کمی ریزه یا باز هموار که کدوم خمیر را یا میز غلار را بسیار بزرگ هموار شده نازک شده. دیگه در آخرین مرحله وقت که هموار شد این قسم که دیدین در گشتو ایر میگروم این قسم پیشنم باز کارد را میگروم گشتو در داخل خمیره این قسم را بروشنم. قسم بسیار راحت و آسان بروش بروش میشه. دیگه دوستای از ما گفتنم نه وقتی که در سر گشتو میگرین دور میدین حتما آرد بزنن که باز نچس بدگی وقت که ریزه ریزه نیم. دیگه وقت که بروش کدوم این قسم دوباره سه بروش دیگه میزنم به اندازه دوناخو. اینه به می اندازه را ریزه ریزه نیم. لخشک باید به می اندازه ریزه ریزش نه خمیرشی. به می اندازه که تمامش را ریزه ریزه کدوم یالی میگروم از یک دیگه این قسمی را جدا جدا نم تمامش را که به یک دیگه نچسبه. وقتی که تمامش جدا جدا شد این طرف میبینین که سوزی در حالت جوش خوردنه. نخود 300 گرام گرفتم قبلا پخته کدوم، نخود پخته شده اضافه نم. لوبیا 300 گرام گرفتم پخته شده اضافه نم. وقتی که دوباره خوب سرجوش آمد امی خمیر را که گرفته دوم ریزه ریزه دادم خمیر را می قسم تمامش را اضافه نم. وقتی که تمامش اضافه شد همراه دسته کفگیر این رقم شور میدیم که امی خمیر در دیگه نچسبه. اگر همراه دان کفگیر شور بدیم در دیگه می چسبه و مخاطر همراه دسته شور میدیم تا امی خمیر از ما پختش نوه جوش بخوره. یک قاشق غذاخوری دوباره نمک اضافه نم که نمکش برابر شنه. شما اگر دوست داشتین حتما مرج تند و تازه اضافه کنید دوست عزیز، ما اضافه نکدم بخاطر که ما نمخوریم. اینیال لخشک از ما آماده دوست عزیز در داخل غوری میکشم. دیگه کم کم ماست به سرش اضافه نم، ماست تازه. شما اگر چکنی داشتید یا ماست یا چکه در سرش اضافه کنید نوش جان کنید. کم کم نانای خشک مرج سیاه را در این مرحله اضافه نم دوست عزیز، به خاطر که در سر خود لخشک اگر در داخل دیگ باشه وقتی جوش خوردن اگر مرج سیاه اضافه کنیم باز رنگ تغییر میده، رنگ سیاه میشه. از همون خاطر وقتی که نوش جان کردید نانای خشک مرج سیاه مرج تند و تیز دیگه گشنیز مقدار لازم دیگه هر چیزی که دوست دارید وقتی که پخته شد همراهش نوش جان کنید. نقشه از مو آماده است. امیدوارم که مورد پسند همگی شما قرار بگیره. وقت همگی خوش و نگهدار.